یه دسته از مسائل هستن که میان از ما میپرسن یه شرایطی میده، بعد میپرسن که حداقل و حداکثر این گراف چند تا یال میتونه داشته باشه. من کلا همه این سوالا رو جمع‌آوری کردم و توی این فیلم میخوام با هم دیگه حل کنیم. بریم با هم دیگه با انواع این مثال آشنا شیم. فقط قبلش میخوام چند تا نکته دوباره اشاره کنم به اون بازه که کیوها میتونن داشته باشن. خوب به اینا دقت کنید. نکته اول اینه که ما میدونیم کیو هر گرافی بین 0 تا 2 اسب قرار داره. زمانی که گراف من توهی باشه، یعنی هیچ یال نداشته باشه، کیو 0ه، و زمانی که گراف من کامل باشه، یعنی همه یال ها رو داشته باشه، میشه 2 اسبی. اما اگر شرط درجه داشته باشی دیگه این رابطه برای تو صادق نیست، چون این برای زمانی که هیچ شرطی نداشته باشه میگه کیو بین 0 تا 2 اسب. ولی اگه بگه بیشترین درجه 5 باشه، اون وقت بعد از یه رابطه دیگه استفاده کنی. رابطه دومی که میخوام بگم اینه که دو کیو به روی پی همیشه بین دلتای کوچیک و دلتای بزرگم. اول میگم این رابطه از کجا به دست اومده و بعد میگم این رابطه هم مثل بالایی همیشه صادق نیست. بالایی همیشه صادقه به جز حالتهایی که شرط برات بذاره، شرط دلتا بزرگ یا دلتا کوچیک. این همیشه صادقه که شرط دلتا کوچیک و دلتا کوچیک بده، مگر زمانی که اینو بذار بگم همین الان، زمانی که دلتا کوچیک و دلتا بزرگ هر دو عددشو بهت داد، یعنی گفت دلتا بزرگ مثلا 5، دلتا کوچیک 2، دیگه این رابطه جواب نمیده. پس این رابطه برای زمانهایی که دلتا کوچیک و دلتا بزرگ مشخصه جواب نمیده. میگم بعد چجوری حل کنی اون در اون حالت. اما این رابطه کجا اومد؟ لازمه حفظش کنی. ما دو کیو به روی پی میبینیم، یاد چی میافتیم؟ میانگین درجه. پس در واقع میانگین درجه ده. من یه سوال میپرسم، معدل تو همیشه بین چه نمره هایی قرار داره؟ 0 تا 20؟ نه خیر، معدل تو همیشه بین کمترین نمره و بیشترین نمرت قرار داره. پس معدل درجات، میانگین درجات هم بین کمترین درجه و بیشترین درجه قرار داره. پس دو کیو به روی پی بین دلتا کوچیک و دلتا بزرگ قرار داره. یه رابطه دیگه هم اینجا ما داریم که همیشه دو کیو بین پی منهای یک دلتای کوچیک به علاوه دلتا و پی منهای یک دلتای بزرگ به علاوه دلتای کوچیک قرار داره، که ما زیاد از رابطه سوم استفاده نمی‌کنیم، ممکن تو کتابا ببینی، برای همین من اینجا آوردمش. بریم با هم دیگه چند تا مثال حل کنیم. در یک گراف ساده از مرتبه 8 کدام گزینه نمیتواند اندازه گراف باشد؟ 4 12 27 32. خب در مورد اندازه گراف، کیو گراف پرسیده. من میخوام حدود کیو رو به دست بیارم و ببینم کدوم گزینه نمیتونه تو کیو این گراف باشه. گراف مرتبهش 8ه. هیچ شرطی هم نداریم. گرافی که 8 تا داشته باشه میتونه یال نداشته باشه، توهی باشه، یا نه میتونه کامل باشه و 2 از 8 تا یال داشته باشه. پس کیو گراف ما میدونیم بین 0 تا 2 از پیه، یعنی بین 0 تا 2 از 8 که 2 از 8 میشه 28. پس گرافی که 8 تا داره کیوش تو بازه 0 تا 28. یعنی گزینه 1 میتونه باشه، 2 میتونه باشه، 3 میتونه باشه، ولی 4 نمیتونه اندازه این گراف باشه، چون تو بازه من قرار نداره. خب من اینجا پی رو داده بودم، کیو رو میخواستم. بعضی موقع برعکسه، کیو رو بهت میده در مورد پی سوال میپرسه. بعدی رو نگاه کنیم. در گراف ساده جی وی و ای، مجموعه ای دارای 37 عضو است. مجموعه وی حداقل چند عضو دارد؟ 11 10 9 8. طراح سوال اومده یه ذره حرفه‌ای مرتبه و یالو بهت داده یا ازت خواسته. اومده با وی و ای بازی کرده. تو فیلمی که در مورد مفاهیم اولیه گراف صحبت کردیم با وی و ای آشنا شدیم. وی بود مجموعه رؤوس، ای بود مجموعه یالها. وقتی میگه مجموعه ای 37 عضو داره، یعنی تعداد یالهات 37ه. پس تو اینجا کیو رو داده 37. و وقتی میگه مجموعه وی حداقل چند عضو داره، در واقع سوال داره میپرسه حداقل مرتبه گراف چنده، حداقل پی چنده، مینیمم پی چنده. سوال این از تو میخواد. خب من دوباره یه رابطه بیشتر ندارم بین کیو و پی، چون هیچ شرطی هم برام نذاشته. میگم کیو بین 0 و پی، به جای کیو 37 میذارم. پس میشه 37 بین 0 و 2. خب 37 از 0 بزرگتره، فقط بعد 2 از پی از 37 بزرگتر باشه. ممکنه شما بری 2 از پی رو بازش کنی، بگی پی در پی منهای 1/2، طرفین وسط این کنی رابطه تو، و بعد یه معادله درجه 2 میشه و بری اونو چیکارش کنی، تعیین علامت کنی، جوابتو به دست بری. ولی من اینجوری حل نمیکنم. با توجه به گزینه‌ها سوال حداقل رو میخواد. خب حداقل پی چند اینجا؟ 8. اگه 8 بذارم 2 از 8 میشه 28. تو رابطه من صدق نکرد. یعنی حداقل عضوهای مجموعه وی یا به نوعی حداقل مرتبت یا همون پی نمیتونه 8 باشه، چون اگه 8 بذاریم تو رابطه هم صدق نمیکنه. خب 8 که رفتش، 9 میذارم. 2 از 9 36. 36 از 37 بزرگتر نیست، پس 9 هم تو رابطه من صدق نکرد. پس این گزینه هم رفت.
گزینه بعدی 10 بذارم، 2 از 10 45. پس در بین گزینه ها 10 صدق میکنه، قطعا 11 هم صدق میکنه، ولی چون سوال حداقل میخواد پاسخ من میشه گزینه 2. پس این دوتا سوالی که با هم دیگه حل کردیم، سوال قبلی پی رو دادم کیو رو میخواستم، اینجا کیو رو دادم حداقل پی رو میخواستم، حالا میخوام شرط براش بذارم. اینجا نگاه کن، در گرافی از مرتبه 10 حداقل به حد اکثر چند یال میتوانیم داشته باشیم به طوری که الف ماکزیموم درجه 5 باشه. حالا شرط دادم مرتبه 10، اگه هیچ شرطی نمیدادم کیو مینیمم 0، کیو ماکسیموم 2 از 10 یعنی 45، بین 0 تا 45 بود، ولی دیگه نمیتونین انتخاب کنی چون من شرط درجه بهت دادم، گفتم ماکسیموم درجه 5 باشه. میای از این رابطه استفاده میکنی، وقتی که ماکسیموم یا مینیمم درجه رو داری میگه 2q بر روی پی بین دلتای کوچیک دلتا، چون دلتای کوچیک ندارم باش کاری ندارم، فقط با این برای تساوی کار دارم. خب کیو رو که ندارم به جای پی 10 میذارم، به جای دلتا بزرگم 5، طرفین وسطی میکنم 50 به 2 تقسیم میکنم، کیو کوچکتر مساوی 25، یعنی کیو از 25 کمتره قطعاً. ماکسیموم کیو چنده؟ 25. من حدودش رو میخوام. پس این گراف حد اکثر 25 تا یال داره. برای حداقل یه شکل بکش، 10 تا نقطه بذار. گفته بزرگترین درجه 5 بشه. خب چون رأس نامگذاری هم نشده مهم نیست کدومشون، یکی از اینا باید درجهش 5 بشه. مثلا این اگه بخواد درجهش 5 بشه باید به 5 تا رأس دیگه بچسبه، یعنی من باید حداقل 5 تا یال داشته باشم تا شرط سوال برقرار بشه، یعنی مینیمم کیو شد 5. چون باید رأس درجه 5 داشته باشیم طبق فرض سوال، پس تو نمیتونی بگی کیو 0ه، چون اگه کیو 1 مثلا نمیتونی بگی کیو 2ه، چون وقتی کیو 2 باشه ماکسیمم درجه‌ام چند میشه؟ 2. پس من برای اینکه رأس درجه 5 داشته باشم حداقل 5 تا یال میخوام، پس مینیمم و ماکسیمم کیو به دست اومد بین 5 تا 25. حالا اگه سوال اینجا که مینیمم ماکسیمم میخواست، اگه سوالی تعداد از تو خواست و یعنی چند مقدار مختلف، میگه آخری منهای اولی به علاوه 1 که میشه 21، یعنی 21 مقدار میتونه کیو من داشته باشه. بریم قسمت ب و ببینیم چه قسم فرق با قسمت الف میکنه. قسمت ب گفته یک رأس درجه 5 داشته باشد. ببین با بالایی فرق میکنه، اینجا به تو ماکزیموم درجه را ندادم، دلتا بزرگ را ندادم، شرط گذاشتم که یک رأس درجه 5 داشته باشی. خب تو اینجور سوال ها که شرط دلتا بزرگ یا دلتا کوچیک نداری ولی ماکزیموم یال رو میخوای، خب میاد همون کیو بین 0 و 2 اس میفته. ماکزیموم یال مال کیه؟ که چی باشه؟ 2 اس پی، یعنی گرافت کامل باشه. اگر گرافت کامل باشه بیشتر یال ممکنه داره، بیشتر یال برای گراف از مرتبه 10 میشه 2 از 10 45 تا، یعنی من ماکسیموم با 10 تا از 45 تا یال میتونم داشته باشم، گرافم کامل باشه کاده. سوال نگفته ماکسیموم درجه 5 باشه، گفته یه راست درجهش 5 باشه. تو بیا یه کار کن از این کاده یه راست درجهش 5 باشه. خب توی کاده همه درجات برابر چند بودن؟ 9. تو کاده همه درجات من 9 هن. برای اینکه یکیشون 5 بشه کافیست از یکی از این راست 4 تا بکنی تا شرط سوال برقرار شه. پس کیو ماکسیموم تو بعد کیو کاده رو حساب کنی که ماکسیموم باشه منهای چند؟ منهای 4. چرا؟ چون برای اینکه یه راست درجه 5 داشته باشیم کاده همه درجاتش 9، برای اینکه یکیش 5 بشه کافیه 4 تا ازش بکنم که میشه چند تا؟ 41. اما مینیمم درجه چقدره؟ برای اینکه یه راست درجه 5 داشته باشیم پس باید حداقل 5 تا یال داشته باشیم، پس میشه بین 5 تا 41. میخوام فرق الف و ب رو درک کنی. الف ماکسیموم درجه رو داده بودم 5، از اون رابطه رفتیم، اینجا ماکسیموم درجه رو ندادم، گفتم یه راست درجهش 5 بشه. پس تو فرض میکنی گرافت کامله 2 از پی، تعداد یالاش رو حساب میکنی ببینی چیکار کنی یه راست درجهش 5 میشه.